راه حل هایی که مطرح شد در 1980 و ورود جمهوری اسلامی و همینطور مسلمانان جهان در کمربند سبز برای اهداف ضد کمونیسم خواهناخواه یک نیروی جدیدی رو وارد سیاست جهانی کرد. در چند دوره این مسائل با هم درآمیخت، یعنی نیروی اسلام در خاورمیانه به طور مستقل وارد شدند، ولی هر بار با سیاست هایی مثل گلوبالیست ها یا سیاست های کارتر و دولت اوباما متاسفانه اون کوشش های ایدئولوژیک مثبت که باید در منطقه پیاده می شد با توجه با این ایدئولوژی متاسفانه همه به عکس تمام شد. یعنی آقای اوباما همونطور که بارها مطرح شد به جای اینی که به نفع مسلمانان جهان کار کنه، برای مثال فقط در سوریه بیش از 500,000 مسلمان رو قربانی کرد و میلیون ها نفر آواره. آیا این روش صلح‌آمیز قدرتمند که در مقابل همدیگه قرار میگیره، آیا به عکس تصور همگان این سرآغاز یک دوره مثبت نخواهد بود که هر آنچه که دولت اوباما که نماینده‌گر قدرت گلوبالیست ها هست و به ضرر جامعه مسلمانان جهان تمام شد، آیا این رویارویی مثبت و قدرتمند میتونه به نفع جامعه مسلمانان جهان به رهبری جمهوری اسلامی بیانجامه و عقاید از طریق راه مثبت به پیش رفته باشه؟ همونجور که شما دیدید در پیش از فرجام قبل صحبت از نرمش قهرمانانه کردن، چون یک راه حلی بود که شاید از طریق درست به نفع مردم فلسطین و جامعه مسلمانان جهانی بیانجامید. الان هم امکان داره که دولت ایران و دولت جمهوری اسلامی به این نتیجه برسه که برای پیشرفت اهداف ایدئولوژیک خودش حالا از راه دیپلماتیک وارد بشه یا دموکراتیک. یعنی چه؟ یعنی شرایطی به وجود بیاد که بتونه از راه‌های مثبت با سازنده آرای مردم این منطقه رو در کنار آرامش و اقتصاد سالم به طرف پیشبرد اقتصادی بره و با پیشرفت اقتصادی زندگی فلسطینیان رو به یه جهت برسونه، مثبت باشه، تقویت بشه زندگی اینها در هر منطقه که هستن. بعد از اون شاید از لحاظ دیپلماتیک و آرای انتخاباتی مسلمانان اسرائیل و مردم فلسطین بتونن به اهدافشون از راه دیپلماتیک دست پیدا کنن. آیا چنین امکانی هست؟